ایسوس تاف FA507 UI یه محصول تقریبا جدید از ایسوس که کمتر از 1-2 ماه وارد بازار شده و به نظر من میتونه آینده خیلی خوبی داشته باشه. با من تا انتهای ویدیو همراه باشید. درود، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از لپتاپ آسیا. من حمیدم و امروز قصد داریم که FA507 UI رو براتون معرفیش کنیم. یه تست گیم هم در انتهای ویدیو میذاریم که زمینه این ویدیو باشه و خلاصه که بدونید توی عملکرد توی بازی Far Cry 6 و Stray به چه صورت خواهد بود. حالا بازی خیلی حرفه‌ای نیست ولی یه کلی دستتون میاد که قضیه از چه قراره، این دستگاه عملکردش به چه صورت هستش. اول از بازار و قیمتش شروع کنیم. دستگاه تو رده قیمتی 80 تا 85 میلیون گارانتی یک پارچه داره، کیبوردش فارسیه و خب طبیعتاً خدمات قطعات خیلی خیلی خوبی ارائه میشه برای این دستگاه. سریای تاف هم یا همون TOF سری اقتصادی گیمینگ ایسوزن که یه سری چیزای خیلی جزئی رو این دستگاه ها نسبت به سری های آروجی ندارن که حالا برسیم سعی میکنم بگم مثلا فرقشون. ویدیو رو کش ندیم، از همین ابتدا شروع کنیم از طراحیش. طراحی نسبت به نسل قبلیش و سالهای قبلش تقریبا یکی دو سال همینه. یه ایگل گری داره، یه مکا گری داره که اون ایگل گریش اینجا نوشته تاف و خدمت شما هست که اون توضیحات میلیگرید استاندارد رو داره، همون استانداردهای نظامی رو توضیح داده و این هم که لوگوی خود TOF وسط و چیز خاصی نداره. قاب پشت آلومینیوم، مابقی دستگاه پلاستیک، استانداردهای نظامی داره. بجز لغو بودن همین لولاها هیچ ایراد دیگه‌ای به دستگاه نمیشه گرفت، یعنی از بحث طراحی. و اینم بتون بگم که یه دستی هم باز میشه، لولا هم از کنارن و معمولا عمر بیشتری نسبت به مابقی دستگاه دارن، خیلی خوبم عمل میکنن. کنارهای دستگاه چیز عجیب غریبی نداریم. فنها یا همون اگزوزهای فن هم یک جوری طراحی شده که هیچ کانفلیکتی با نمایشگر نداره. طبق معمول و مثل برند HP حاشیه قسمت پایینی نمایشگر زیاده. باز میگم دیگه دو تا وجه داره، یه وجه خوبشه و وجه بدشه. در قسمت جلویی دستگاه هم چیز اضافه و کم و کسر و اینها نیست. این LED هایی که برای وضعیت دستگاه هم تعبیه شده، باتری اونها، میدونم این که دستگاه در حال کار و اینها رو حالت پرواز اینا، اینم جای خیلی خوبی تعبیه شده. هم وقتی درب دستگاه بسته است قابلیت دیده شدن داره، هم وقتی درب دستگاه بازه. به نظر من بهترین جایی که میتونستم بذارن تعبیه شده. قاب دستگاه مقاومت خوبی داره، هم پایین هم بالا هم جای کیبورد، یعنی هر چقدر شما فشار هم بدید میبینی که مقاومت بسیار بالایی داره و به نظر من که عملکرد طراحیش واقعا فوق العاده است. نسبت به اینکه یه دستگاه اقتصادی گیمینگ عملکرد خوبی داره. پورت‌های دستگاه در یه طرف دستگاه، یعنی سمت چپه، اما سمت راست یه دونه پورت داریم. این یه دونه پورت معمولا برای موس و نمیدونم یه دونه چیز اکسترنالی بخوایم بهش وصل کنید، حالا مثلا نیاز به رید رایت بالا نباشه، این اوکی. یه دونه USB 3 ساده است. در طرف چپ دستگاه هم یه دونه RJ 45 ورودی شارژر کومبو جک IOX داریم که هم ورودی هم خروجیه، یعنی میکروفون هم ساپورت میکنه. پایین تر از اینا دو تا تایپ سی داریم که یه دونش USB 4 تا 40 گیگابیت میتونه رید رایت کنه، خروجی تصویر بهتون بده، پاور دلیوری تا 100 وات پشتیبانی میکنه و خداییه برای خودش. یه دونه هم USB تایپ سی 3.2 جنوان داریم که ساده است. باز پایینش یه دونه USB تایپ ای 3.2 جنوان داریم. این کل پورتای دستگاه کامل تو بهترین حالت ممکنه، انگاری دو تا USB تایپ ای، دو تا تایپ سی، کافی. بیایم جلو دستگاه، قسمت ترکپد و کیبوردش. کیبورد کامل فول سایز، کلید AWSD یه خورده ای رنگش فرق میکنه و خوشبختانه تمامی محصولات ایسوس بکلید RGB دارن. حالا این RGBش زیاد کاستوم پذیر نیست و تو چند حالت ساده نمیتونه بچرخه، ولی در کل RGB رو داره. یه قسمت کلیدهای کویک اکشن هم داریم اون بالا کیبورد که کم و زیاد صدا، قطع کردن مایک و آرمور کریت. حالا این آرمور کریت هم بذاریم در انتها که من کامل راجبش توضیح دارم. اسم جدید این ترک پد هم تایتانی ترک پده که یه حالت شیشه‌ای طور داره، بسیار هم نرمه، خیلی دست روش راحت لیز می‌خوره و به گفته خود ایسوس خیلی طول میکشه تا فرسایش داشته باشه و رنگش بره. واقعا هم حس خوبی داره، مثلا کلیدش انقدر نرمه احساس می‌کنید موس سایلنت گرفتید. وزن دستگاه 2200 گرم، نسبت به اینکه خب یه دستگاه گیمینگ حرفه‌ای وزن خیلی خوبی داره و کنار این وزن کمش یه باتری 90 وات ساعتی هم داره، یه باتری
خیلی هیولا که معمولا روی سریای اقتصادی این باتری ها رو نداریم. الان همچین باتری روی مثلا پرچمداره HP یا پرچمداره لنوو مورد استفاده قرار میگیره و به نظر من روی دستگاه اقتصادی واقعا گزینه جذابیه. این دستگاه مجهز به یه نمایشگر 15.6 اینچی فول اچ دی آی پی اس 144 هرتز 350 نیت برایتنس داره، کمتر از 3 میلی ثانیه نرخ انتقال تصویرشه و از جی سینک هم پشتیبانی میکنه. کلا بخوام بهتون بگم نمایشگر خوبیه، کانتراست خوبی داره، وضوحش خوبه و احساس میکنم نسبت به تمام دستگاه اقتصادی بازار اون رنگ و لعابش بهتره. فقط میتونم با لنوو الوکیو مقایسش کنم که لنوو الوکیو به نظر من یه خورده احساس میکنم نورش از این بیشتره، هرچند به گفته سازنده جفتشون 350 نیت برایتنس دارن. حالا دیگه ما تا اینجا شما هم میدونم چجوری، از اینجا بعدش دیگه نمیدونم چجوری. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی سخت افزارش، که سخت افزار واقعا خفنی داره. این دستگاه با پردازنده AMD سری 8000 وارد بازار شده. AMD سری 8000 با کلا AI خودشون عرضه شدن، یعنی هوش مصنوعی دارن و این دستگاه هم یه NPU داره، یعنی همون واحد پردازش هوش مصنوعی. میتونه یه سری اپریشن ها یا یک سری کارها رو براتون با هوش مصنوعی تسریع کنه. حالا هنوز روی این دستگاه ها فعال نشده، ولی اون تایملاین هایی که هوش مصنوعی پشتیبانی میکنه، کارهایی که شما کردید و درس میگیره از کارهایی که شما تو این چند وقت انجام دادید، اونها رو براتون پیاده سازی کنه یا دستگاه رو با توجه به کاربری شما آپتیمایز کنه و خلاصه کارهای از این قبیل، که هنوز این موضوع اولشه، یعنی ممکنه این کارها در آینده خیلی بیشتر بشه به کمک این NPU داره، Neural Processor Unit. سری پردازنده های 9000 به جز هوش مصنوعی توان، یعنی برق مصرفیشون هم تا حد خیلی زیادی کاهش پیدا کرده. معمولا 45 واتن اما بیشتر از 35 تا 40 وات استفاده نمی کنن و دمای خیلی پایینی دارن و با گرافیک های سری 780 خود AMD عرضه شدن، یعنی APU که دارن 780M. حالا این خود AMD 780M خودش دنیایی داره. مماری ساختشون زن 4 هستش که 4 نانومتریه. این دستگاه 8 کور داره، 16 تا ترد و 16 مگ کش. در مجموع بخوام بهتون بگم این پردازنده از عهده تمامی کارهای محاسباتی و منطقی برمیاد و تو ویری بنچمارک که ما گرفتیم عملا سی پی یوش تو کمتر از 1 دقیقه، تو کمتر از 40 ثانیه تمام اون رندری که باید میگرفت و گرفت و خودتون دارید خروجیشو میبینید. توی نرم افزار پسمارک پرفورمنس تست هم ما یک بنچمارکی از سی پی یو گرفتیم، 30400 به ما خروجی داد که عملکردش اندازه یه دونه آی 7 13650 HX و از i9 13900H ساده حدود 2000 تا بنچمارکش بالاتره. رم دستگاه بای دیفالت 16 گیگ آپگریدبل تا 32 گیگ میتونید آپگریدش کنید و روی نسخه سری 8000 رمایی که روی این دستگاه قرار دادن 5600 مگاهرتز. حالا در آینده این رم ها میتونن عملکرد بهتری داشته باشن، صحیح، ولی خب هنوز زیاد فرقی با DDR4 ها هنوز همچنان حس نمیشه. بریم قسمت گرافیک دستگاه که برای خودش حرفایی داره. RTX 4070 داره. 4070 که روی این دستگاهه 140 واته. البته اینو بهتون بگم با داینامیک بوستش میشه 140 وات، در از 115 وات 25 وات داینامیک بوست داره و میتونه پرفورمنس خیلی بهتری رو روی کارهای گرافیکی بهتون ارائه بده. یه اپلیکیشن ایسوس اسمش آرمور کریت، یه گزینه داره قسمت مودهای گرافیک هستش که حالت آلتیمیت اگه شما بذارید بهتون 22500 بنچمارک میده. اگه این مودو شما تغییر بدید رو حالتای دیگه بذارید، خب پرفورمنسش میاد پایین‌تر و هر بارم که شما این مودو عوض کنید، از حالت حالا اکو داره، استاندارد داره، آپتیم داره، هر بار که این مودو بخواید عوض کنید دستگاه باید ریستارت بشه و من روی آلتیمیت گذاشتم، بنچمارکی که گرفت 22500 بود و این بهترین 4070 که من تا به الان باهاش کار کردم. حتی ایسوس G614 JIR که با i9 14900HX بود و 4070 داشتم، عملکرد گرافیکش از این دستگاه پایین‌تر بود. برید ویدیوشو ببینید، دقیقاً اونم روی آلتیمیت گذاشتیم، بنچمارک گرفتیم با همین نرم افزار، با همین نسخه ویندوز و حدود 2000 تا بنچمارک کمتری داد. به نظر من عملکرد جی پی یو سی پی یوش فوق‌العاده است، فوق‌العاده. نگران هیچ کار گرافیکی نباشید. یه چیزی هم اینجا اضافه کنم، ایدئال برای 4070 لپتاپی 19000 و برای نسخه دسکتاپیش 26000. یعنی این دستگاه 22500 گرفته،
خیلی به نسخه دسکتاپش نزدیک‌تر بوده. حالا کار ندارم که دمای خب نسخه دسکتاپی پایین‌تره، در دراز مدت پایدارتره، ولی خب کسی که بخواد یه لپتاپ قدرتمند قابل حمل داشته باشه با یه RTX 4070 واقعا چیزی کم نداره از اون 4070ی که روی نسخه دسکتاپه و با 4060 دسکتاپی کاملا میشه مقایسهش کرد. پردازندش هم همینطور توی نرم افزار Armor Create گزینه توربو، پرفورمنس و سایلنت داره که وقتی شما دستگاه آن پلاگ باشه، یعنی به برق نباشه، این گزینه مثلا توربو براتون غیر فعال میشه، شما فقط دو تا گزینه دارید، سایلنت و پرفورمنس، که از امکانات خوب اپلیکیشن آرمور کریت خود ایسوس. در مورد دماش هم باید بهتون بگم در بدترین حالت دستگاه دماش بیشتر از 83.4 درجه نرفته، یعنی خیلی خنک و روون داره کار میکنه. بهتون میگم 4 تا خروجی فن داره دیگه، هوا از 4 جهت ورودی خروجی داره، عملکردش انصافا عالی. خب سخت افزار هم بهتون گفتم، در مورد بلنگو بهتون بگم، دو تا بلنگو داره در طرفین دستگاه که صدای قابل قبولی داره، اونجوری نیست که بهتون بگم خیلی واو اینترستینگه، معمولی هم نیست، قابل قبوله. وبکمش HD کیفیتش عالیه، دو تا میکروفون داره که نویز کانسلینگ پشتیبانی میکنه و همین دیگه. خب یه خلاصه بهتون بگم، نتیجه گیری بعدش هم بریم برای تست گیم ببینید که این تست گیم دستگاه به چه صورته. دستگاه خدمات قطعات خوبی داره، عملکردش فوق العاده است، با نرم افزارها بسیار بهینه، قیمت مناسبی داره، یه 4070 با این CPU با این گرافیک تو رنج قیمتی 80-85 تومان واقعا محشره و از لحاظ کیفیت ساخت و طراحی همه چیز حرف اولو میزنه. من نمیتونم هیچ ایرادی از این دستگاه بگیرم، بقیه چیزاش ظاهریش سلیقه‌ایه دیگه، که خوشش میاد که نمیاد، حالا شاید من شخصا خودم خوشم نیاد یا خوششون بیاد، ولی از پردازنده و از جی پی یو سی پی یو همه چیزش واقعا راضیم. یه چیزم یادم شد، الان یادم اومد، SSD دستگاه یادم شده بود بهتون بگم، 1 ترابایت M2 NVMe جنریشن 4 تا 7 گیگابایت میتونه رید کنه و تا حدود 4.5 گیگا هم میتونه رایت کنه. SSDش هم که عالیه، دو تا اسلات SSD هم داره، میتونید تا 4 ترابایت ارتقا بدید، یعنی 2 ترابایت بذارید. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نشه. شما رو میسپارم با عباسی با تست گیم این دستگاه. خب ما اینجا دستگاه ایسوس تاف گیمینگ F15 رو داریم با سخت افزاری که داره و حالا 4070 که چیزی که ما ازش توی بنچمارک ها دیدیم، امیدوارم که توی گیم هم همین خروجی رو به ما بده، یعنی یه چیزی بینابین بین نسخه PC و لپتاپی داره پرفورمنس میده، از اوریج بنچمارک حالا لپتاپی ها که بالاتره، از PC هم کمتر. بازی Far Cry 6 و Stray رو خواهیم روی این دستگاه تست بکنیم تا ببینیم GPU رو به چالش بکشیم و ببینیم خروجی کار چی هستش. خب اینم شروع زیبای بازی اسری. من اول یه توضیح بهتون بدم، چون خود حالا دیسپلی جی سینک پشتیبانی میکنه، من وی سینک رو روشن کردم تا از قابلیت استفاده بکنیم، به خاطر همین بیشتر از 144 FPS نمیده. هم بازی حالا با حال خاص خوبیه، مخصوصا این موهای ریز این گروه هست که رندر میگیره و از حتی حالا باگدار میشه و اینا، کلا سیستم ها خیلی به چالش میکشه. الان دمای دستگاه 71 درجه، دمای حالا جی پی یو دستگاه روی حالت پرفورمنس روی حالت توربو گذاشتیم، گرافیک هم روی آلتیمیته که خودش حالا خودکار اوورکلاک میشه، روی حالت OC میره. بریم تا ببینیم چجوریه از پسش برمیاد یا نه. 5 گیگ از رم اشغال شده، در نظر داشته باشید بازی خیلی سبکه، خیلی خیلی سبکه، فقط روی گرافیک داره فشار میاره. 83 وات مصرف انرژیشه و بریم تا ببینیم چی میشه. اواسط بازی من ویسینک رو خاموش میکنم تا ببینیم چقدر FPS میگیریم. جای چورت ریز میزنه تا بارون تمام بشه و برم بیرون. صفحش واقعا صفحه خوبیه، یعنی هم رنگ خوبی داره، هم سریع از جی سینک پشتیبانی میکنه، دمای گرافیک بالا و بالاتر میره، 124 وات داره مصرف میکنه، انرژی 82 درجه
نظر من توی این شاسی تا 85 درجه هم جا داره که این گرافیک دماش بره بالا 83 درجه. چقدر این بازی زیباست. دوستان دقت داشته باشین، باز هم میگم ویسینک روشنه و ما بیشتر 44 FPS نمیگیریم. اگر حالا من این محدودیت رو یکم جلوتر بردارم میبینی که هم دماها میره بالاتر، هم این که FPS بیشتری میگیریم. صدای فنای لپتاپ اگر میخواییم با اسپیکراش بازی بکنیم که یک کمی اذیت کننده است، یعنی فن روی دور بالاست، از اون طرف هم صدا اینجوری که باید به گوش نمیرسه مگر اینکه از هدفون استفاده بکنیم. FPS اومد پایین تر از 144، مثلا 120 FPS 125 FPS داریم میگیریم. FPS از این چیزی که فکر میکردم اومد پایین تر، یعنی انتظارش رو نداشتم. الان دوباره رسیدیم به 144 FPS. من یه لحظه ویسینک رو از داخل تنظیمات آف کنم. ویسینک رو من اینجا بر میدارم. تنظیمات هم میبینی که رو بالاترین حد موشن بلر که داره تا آخر کشیده، شارپنس نرماله و همه تنظیمات روی های. رو بک میزنم، اپلای میکنم تا ببینیم FPS چقدر. FPS الان صدای فنا دقیقا خیلی رفت بالاتر، یعنی محسوسه، میشه صدای فن رو شنید. 86 درجه، 86 درجه 123 وات. مشکل نداره با اینکه ویسینک رو خاموش کردیم و FPS حالا تا 180-190 هم میره تو این محیط هایی که میایین حالا آبجکت کمه مثل اینجا. الان داریم 200 FPS میگیریم، ضعف چین نمیخوره، یعنی گیم کاملا روونه. خیلی جالبه که فقط 1 گیگ از حجم گرافیک درگیره و حالا اینقدر به چالش کشیده میشه. یه فضای بسته و حالا کوچکتر FPS بیشتری میگیره. یه لگ خیلی کوچیک رو من احساس کردم. سونی چه کرده اون گیمی که ساخته؟ صد و پنجاه FPS. FPS به زیر 100 هم رسید یه لحظه. اینجا هم باید کمتر بشه. بله، خاطر این گیاه های خوشگلی که اینجاست. دمای جی پی یو یه جا نگه داشته شد دیگه، بیشتر از 86 نمیره. تو اکثر گیمینگ های حالا تایوانی مثل ایسر، ام اس آی و ایسوس ما اینو میبینیم که دما رو میاد تو همون 86 85 درجه واسه گرافیک نگه میداره که حالا به ظاهر دمای ایدئالیه واسه لپتاپ. خب من همین گیم رو اینجا پایان میدم و میریم سراغ گیم بعدی، سراغ
Far Cry 6. خب این هم Far Cry 6 یه اجرا شد و حالا لودینگ جذابی که داره. یه نکته من اینجا راجع به وی سینک و حالا جی سینک و دستگاهی که از این قبیل تکنولوژی پشتیبانی میکنن بخوام بهتون بگم، اکثر کاربرها حالا با گرافیکای رد پایینتر مثل RTX 2050 و 3050 دنبال مانیتورایی با نرخ تازه سازی بالاترن، یعنی اصطلاحا میخوان رفرش ریت مانیتورشون بیشتر از 144 هرتز باشه. بعضا دنبال لپتاپایی میگردن که 165 هرتز باشن. شما توی یه سری گیم های خاص که حالا FPS بیشتری میگیرید مثل CSGO یا رینبو سیکس از مرز این FPS رد میشین، بالاتر از 120 تا 140 تا FPS میگیرین که حالا کاملا کاربردی اونجا، و اگر مانیتوری داشته باشید که رفرش ریت بالاتری پشتیبانی کنه به راحتی میتونید اون سرعت بیشتر رو ببینید. ولی یه سری گیم ها هستن، گیم های داستانی محور، گیم های سونی و حالا گیم هایی که نیاز به گرافیک بیشتری دارن مثل همین Far Cry. الان ببینید این صفحه لپتاپ خب 144 هرتز و شما حداقل باید همون 144 FPS رو بگیرید تا بتونید از 100% اون استفاده بکنید و بازی روون اجرا بشه. میبینید گرافیک دستگاه 4070ه، من اینجا رفرش ریت رو میذارم 144 که بالاترین حد رفرش ریت این مانیتوره و تلاش میکنه که به اون عدد دست پیدا بکنه. تنظیمات رو ذخیره سازی میکنیم، همه چیز روی اولتراس، میبینی که تنظیمات رفلکشن های RTX همه روشن کردیم و بریم واسه بنچمارک تا ببینیم چند FPS بهمون میده این بازی. واقعا خوبه. حالا اینجا زیر 100 اومدیم. ببینید من حرفی که میزنم الان همینه، شما وقتی 60 تا 70 تا FPS دارید میگیرید نیاز به این مانیتور 240 هرتز توی یه گیم داستانی محور که تکسچر زیادی داره ندارید. بیشتر واسه گیم های اول شخص آنلاین استفاده میشه، حالا واسه شوترها FPS ها یا بتل رویال ها مثل پاب جی، فورتنایت، گفتم رینبو داره میترکونه خودش. اونجا هم انفجار رو داشته باشیم ببینیم FPS چقدر میاد پایین تر. کمتر از 70 نشد. این خوبه، یعنی تجربه بازی روون رو به شما میده که شما لگ رو احساس نمی کنی. زیر تقریبا 60 FPS شما میتونین اون کندیه رو احساس بکنین و زیر 30 که فاجعه است، کلا نمیشه بازی کرد باش. رندر اسکیلش روی 1 بود و ما از تکنولوژی خاصی استفاده نکردیم که FPS بیشتری بگیریم برای اینکه سخت افزار خود دستگاه به چالش بکشیم. رزولوشن فولشی بود، صفحه 144 هرتز و اوریج بنچمارکی که میتونید بگیرید 86 FPS. امیدوارم اطلاعات خوبی رو راجع به تست گیم این دستگاه تافه A15 بهتون داده باشم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.